امروز میخوام بهت بگم که چطوری میتونی بدون کلاس رفتن سطح زبانتو از سطح مبتدی و مقدماتی به سطح خیلی خوب برسونی که بتونی به راحتی با بقیه ارتباط برقرار کنی. چند تا منبع خوبم تو این ویدیو بهت معرفی میکنم، پس حتما این ویدیو رو ببین. سلام بچه، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. اگر این بار اول هستش که تو این کانال هستین، من سوهل هستم و تو این کانال از تجربه‌های خودم از مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و هر چیزی که مربوط به زندگی در هلند باشه بهتون میگم. اگر دوست داشتین روی دکمه قرمزه که نوشته سابسکرایب کلیک کنین، عضو این کانال بشین و هر جای ویدیوها که احساس کردین واسهتون مفید بود لطفاً دکمه لایک کلیک کنین تا از این ویدیو حمایت کرده باشین. اما قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، چند تا نکته رو بهتون بگم. ببین، این که میگیم حالا یادگیری زبان بدون کلاس رفتن واسه کسایی خوبه که اون سطح مقدماتی اولیه رو یه ذره بلدن. این سطح مقدماتی اولیه منظورم چیه؟ به عنوان مثال میدونه ام و ایز و آر چیه، میدونه هلو، هاو آر یو، گود مورنینگ، اینا رو میدونه، چند تا لغت بلده، حروف الفبا رو بلده، اینا رو میدونه و حالا میخواد زبانش رو به سطحی برسونه که بتونه بخونه، بتونه بشنوه، بتونه صحبت کنه و بنویسه. حالا اگر شما سطح زبانت خیلی پایینه، یعنی حتی ام و ایز و آر رو، نمیدونم تلفظ حروف الفبا رو هم نمیدونی، به نظرم بهترین کار اینه که یه دوره آموزشی شده، حالا واسه یه ترم یا دو ترم کلاس برو حتما. اما اگر سطح زبانت به این لول رسید، از اینجا به بعد میتونی هم خودت یاد بگیری هم کلاس بری. کلاس رفتن باعث میشه که سرعت یادگیریت بره بالا، چون تو رو مجبور میکنن یاد بگیری، درس بخونی، فعالیت کنی. اما اینکه بخوای خودت بخونی ممکنه یه ذره سرعتت پایین تر باشه. با این حال بعضیا ممکنه ترجیح بدن که خودشون توی خونه زبانو یاد بگیرن. چرا؟ چون ممکنه دسترسی به کلاس نداشته باشن، هزینه هاش بالا باشه، یا ممکنه سر ساعتهای خاصی نتونن برن زبان بخونن، مثلا 5 تا 7 بعد از ظهر یا عصر نتونن برن کلاس زبان و بخوان یه ساعتی خودشون که وقتشون خالی هست اون زبان رو بخونن. پس واسه اینجور افراد کلاس نرفتن میتونه گزینه مناسبی باشه. اما چطوری زبان بخونیم که بتونیم زبانمون رو تقویت کنیم بدون کلاس رفتن؟ مورد دوم بحث استمراره. یعنی آقا زبان اینطوری نیست که شما یک شبه یا دو شبه بتونی زبان رو یاد بگیری. تا میتونی باید واسهش وقت بذاری، استمرار داشته باشی، شده روزی نیم ساعت، روزی یه ساعت یا حتی بیشتر، ولی زبان رو باید هر روز بخونی. هرچند ممکنه بعضی روزا آدم حال نداشته باشه، مریض باشه، اتفاقی افتاده باشه، اما یه روز دو روز بیشتر نشه. شما سعی کن استمرار رو داشته باشی. و یه نکته مهم، موقعی که آدم زبان رو تازه شروع میکنه به یادگیری، اگر یکی دو روز بینش وقفه بیفته، خیلی زود مطالب خیلی زیادی رو فراموش میکنه. در حالی که اگر سطح زبانت یه ذره بهتر شده باشه، در حد اینترمدییت یا ادوانس باشه، حالا اگر یکی دو روزم نخونی خیلی اتفاق خاصی نمیفته. پس اگر سطح زبانتون پایین تر هستش، سعی کنین این استمرار رو داشته باشین و اصلا بینش وقفه نیفته. و مورد سوم این که آقا شما واسه یادگیری هر زبانی و به خصوص زبان انگلیسی همیشه باید یه دیکشنری کنار دستت باشه. حالا میخوای این دیکشنری رو بخر، میخوای یه دیکشنری آنلاین و رایگان استفاده کن، اما حتما و حتما باید دیکشنری داشته باشی تا معنی لغت رو چک کنی، تلفظش رو آشنا بشی و بدونی چطوری میتونی تو جمله ها ازش استفاده کنی. پس حتما یه دیکشنری داشته باش. اگر بخوام چند تا دیکشنری خوب معرفی کنم، خب بهتریناش میشه همون لانگمن، آکسفورد، کمبریج. اما اگر هم میخوای دیکشنری آنلاین پیدا کنی، خیلی راحت میتونی اینو سرچ کنی و اولین سرچی که پیدا کردی و باز کنی و لغتایی که میخوای رو توش پیدا کنی. خب بریم حالا سراغ اصل ویدیو که در رابطه با یادگیری زبان بدون کلاس رفتن هستش. ببین، این ویدیو رو من به 5 تا بخش تقسیم میکنم و در مورد همه اینا صحبت میکنم و منبع معرفی میکنم. بخش اول در مورد لغت‌ها، واژه‌ها هستش. بخش دوم در مورد گرامر، ساختارهای دستوری و جمله سازی. بخش سوم در مورد گوش دادن، چطوری میتونیم لیسنینگمون رو بهتر کنیم. بخش چهارم در مورد اینکه چطوری بتونیم بخونیم یا متن رو متوجه بشیم. و بخش پنجم در رابطه با صحبت کردنه. پس بریم که این ویدیو رو ببینیم. خب بریم سراغ بخش اول که در رابطه با لغت هاست. ببین، لغت خیلی مهمه تو زبان انگلیسی یا هر زبان دیگه. چرا؟ چون تا تو ندونی اون لغت ها رو، نمیتونی اون لغت رو تو متن تشخیص بدی، نمیتونی اون لغت رو بشنوی چون نمیدونی اصلا این لغت چی هست، نمیتونی بنویسیش، نمیتونی باهاش جمله بسازی. پس لغت بلد بودن خیلی مهمه. اما حالا چه لغتایی رو یاد بگیریم؟ چه کتابی رو بخونیم؟ آیا بشینیم یه دیکشنری رو برداریم و هر لغتی که تو اون دیکشنری هست رو حفظ کنیم؟ خب طبیعتاً نه، اصلا شاید امکان پذیر نباشه. راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که شما واسه سطح های مبتدی بیای اول اون 1000 تا لغتی که خیلی زیاد استفاده میشه رو حفظ کنی
بلد باشی اون لغت ها رو بدونی، چطوری تلفظ میشه، چطوری میتونی تو جمله ازش استفاده کنی، و این هزار تا لغت رو که بلد بودی یواش یواش میتونی باهاش جمله بسازی، میتونی تو متن‌های مختلف، توی مجله، توی سایت وقتی اون لغت رو ببینی توی جمله بتونی تشخیصش بدی، اون لغت هی واسط مرور میشه و اینطوری اون لغت ملکه ذهنت میشه و میتونی به راحتی اون رو به خاطر بسپاری. بعد از اینکه این هزار تا لغت اولیه رو یاد گرفتی، یه سری کتاب‌هایی هستن که خیلی کمکت میکنه واسه بهبود دایره لغاتتون. به عنوان مثال کتاب‌های 504 و 1100 و کتاب‌های جیاری و اینها کتاب‌های مناسبی واسه یادگیری زبان برای زندگی روزمره نیست. معمولاً لغتایی که تو این کتاب‌ها هست لغت‌های قلمبه سلمبه‌ایه و شاید خیلی در زندگی روزمره استفاده نشه. باور کن تو این چند سال که من اینجا بودم و همش دارم از زبان انگلیسی استفاده می‌کنم، هیچ وقت از اون لغت‌های قلمبه سلمبه‌ای که تو اون کتابای جیاری و اینا خوندیم استفاده نشده. پس اصلا نیاز نیست وقت بذاری واسه اون کتابا. سعی کن کتاب‌های عین Oxford Word Skills رو بخونی. این کتابا چند تا بخش داره، بخش بیسیک، اینترمدییت، ادوانس، و این کتابا رو اگر بخونی خیلی خوبه. چرا؟ چون این کتابا چند تا درس داره و تو هر درس اومده لغت‌ها رو تو جمله استفاده کرده و بهت یاد داده که چطوری میتونی اون لغت رو توی جمله حتی استفاده کنی. پس خیلی راحت‌تر و کاربردی‌تر میتونی اون لغات رو حفظ کنی. حالا ممکنه واسه سوال پیش بیاد که هر درس این کتاب چه مدت طول می‌کشه؟ یعنی مثلا من بخوام یه کتابو بخونم چند تا درس داره و هر درس چقدر طول می‌کشه و چقدر کلاً زمان منو می‌گیره؟ ببین این کاملاً بستگی به خودت داره که سطح زبانت الان چقدره. یعنی کتاب بیسیکو داری می‌خونی، کتاب ادوانسشو داری می‌خونی، کدومو داری می‌خونی و چقدر از اون لغت‌ها رو بلدی. و بحث دوم این که چقدر می‌خوای واسش وقت بذاری. ممکنه تو بخوای روزی 1 ساعت وقت بذاری، ممکنه بخوای روزی 5 ساعت، 6 ساعت وقت بذاری. پس همه اینها بستگی به خودت داره و اینکه سطح زبانت چقدره. ولی یه نکته بهت بگم، هر موقع خواستی بری درس بعدی رو بخونی، حتماً و حتماً درس‌های قبلی رو مرور کن، چون لغت‌ها یادت میره. حتماً لغت‌های درس قبلی رو مرور کن، بعد برو سراغ درس جدید. خب بریم سراغ بخش دوم که گرامره، چون گرامرم خیلی مهمه. اما قبل از اون اگر تا اینجا این ویدیو رو دیدین لطفا دکمه لایک کلیک کنین که از این ویدیو هم حمایت کرده باشین. اما بریم سراغ اصل مطلب. ببین گرامر خیلی مهمه. چرا؟ چون اگر شما گرامر رو بلد نباشی، مخصوصا اون گرامر ابتدایی، یعنی جملات اولیه عین زمان گذشته و حال و آینده و جملات شرطی و اینجور چیزا رو بلد نباشی، حتی اون لغتایی هم که بلدی اصلا استفاده نمیشه. فرض کن تو میخوای به یه نفر یه چیزی بگی و کلی هم لغت بلدی، این لغتا رو بذاری کنار هم ولی هیچ ساختاری نداشته باشه، نمیتونی منظورتو برسونی. پس حتما باید گرامر رو بلد باشی، مخصوصا گرامر ابتدایی و اولیه، و اینقدر باید از این ساختارهایی که یاد گرفتی استفاده کنی، از اون لغتایی که یاد گرفتی با این ساختارا جمله بسازی تا این ساختارا ملکه ذهنت بشه. و وقتی این ساختار ملکه ذهنت شد، تو هر سری هر لغتی رو بخوای یاد بگیری کافیه بندازی تو این ساختار و اون جمله کامل تشکیل میشه و دیگه نیازی نداری که تو ذهنت ترجمه کنی. تو فقط کافیه لغت رو بدونی، بذاریش تو جمله، بذاریش تو اون ساختار و جملت رو کامل میکنی و منظورت رو میرسونی. بذاری مثال بزنم واسه. فرض کن شما میخوای رانندگی کنی و به رانندگی مسلطی دیگه. دیگه موقعی که میخوای دنده رو عوض کنی فکر نمیکنی که خب من الان گاز بدم، ترمز بگیرم، چی کار کنم. اینا قشنگ ملکه ذهنته و تو فقط چشت داره کار میکنه که مثلا اگر عابر پیاده ای رد شد، اگر یه ماشینی پیچید جلوت، داری به اینا فکر میکنی و به محض اینکه یه چیزی ببینی خیلی راحت میتونی مثلا گاز بدی، ترمز بگیری و نیازی به فکر کردن اونطوری نداری. زبان انگلیسی هم همینه. وقتی مسلط باشی، وقتی اون ساختارا رو بلد باشی، تو فقط باید فکر کنی چه لغتی، لغت میاد تو ذهنت، میذاریش تو ساختار، تموم شد و رفت. حالا سوال پیش میاد که چه کتابی رو بخونیم، چه منبعی رو استفاده کنیم واسه بهتر کردن گرامرمون. ببین یکی از بهترین کتابا واسه گرامر Essential Grammar in Use. این کتاب خیلی خوبه و اگر بتونی این کتابو بخونی واقعا به نظرم گرامر رو میتونی خیلی خوب یاد بگیری. اما ممکنه حالا واسه سخت باشه، ممکنه حتی اون اوایلش هم سخت باشه تو بخوای این کتابا رو بخونی. خیلی راحت میتونی بری تو یوتیوب و اون موضوعی که میخوای رو سرچ کنی، حتی به زبان فارسی، به زبان انگلیسی، به هر زبانی بخوای، تا دلت بخواد آموزش زبان انگلیسی هستش. میتونی اون موضوع رو پیدا کنی. مثلا فرض کن میخوای بری جملات شرطی رو ببینی گرامرش چطوره، میتونی به راحتی اینو سرچ کنی و کلی ویدیو تو یوتیوب در موردش هست. میتونی اون ویدیوها رو گوش بدی، از اون گرامرها استفاده کنی و انقدر تمرین کنی تا ملکه ذهنت بشه. پس دو تا منبع خوب وجود داره، یکیش کتاب Essential Grammar in Use، یا اینکه بتونی ویدیوهای یوتیوب رو نگاه کنی. و مطمئن باش این ویدیوهایی که تو یوتیوب هستش انقدر کاربردی و مفید هستش، انقدر ویدیوهای زیادی هستش که امکان نداره تو بری سراغش و نتونی یاد بگیری.
خب بریم سراغ بخش سوم و اون هم گوش دادنه، لیسنینگ. ولی بیا یه چیزی رو این اول بگم. ببین تا حالا فکر کردی که ما زبان مادری رو چطور یاد گرفتیم؟ خب اون اول که نمیتونستیم بخونیم، نمیتونستیم بنویسیم، نمیتونستیم لغت حفظ کنیم. پس چطوری زبان یاد گرفتیم؟ با گوش دادن. اینقدر گوش دادیم، اینقدر گوش دادیم و بعد سعی کردیم اون چیزایی که میشنویم رو تکرار کنیم تا شبیه بشه به اون چیزی که میشنویم و اینطوری شده که زبان رو یواش یواش یاد گرفت. و بعد رفتیم حالا مدرسه، کتاب خوندیم، تونستیم بنویسیم، تونستیم لغت حفظ کنیم و اینطوری بوده که زبانمون روز به روز بهتر شده و زبان مادری رو یاد گرفتیم. پس هر زبان دیگه هم که بخوایم یاد بگیریم، این گوش دادن خیلی مهمه، خیلی تأثیر داره. پس ما باید سعی کنیم زیاد گوش بدیم، حتی اگر متوجه نمیشیم. مخصوصا اون ماهای اول، مخصوصا اون اوایل که شما داری زبان رو یاد میگیری، 100% اصلا متوجه نمیشی طرف چی داره میگه. یعنی فقط ممکنه یه سری لغت و آوا و اینها بشنوی و هیچ ایده‌ای نداشته باشی موضوع چیه. ولی به مرور که داری لغت‌ها رو میخونی، داری گرامر میخونی، با جملات آشنا میشی، اون موقع وقتی لغتی رو بشنوی تو اون متنی که حالا داره خونده میشه، خیلی راحت تشخیص میدی و اینطوری بهت انگیزه میده که بتونی زبانت رو بهتر کنی. پس سعی کن تا میتونی محیط تو انگلیسی کنی، چیزایی که میشنوی انگلیسی باشه. حالا میخواد پادکست باشه، مثلا تو تاکسی اتوبوس نشستی پادکست گوش بده، میخواد بری بخوابی قبلش بیا مثلا یه متن کوتاهی رو گوش بده، یا میخواد یه فیلم و سریالی ببینی، سعی کن حالا یه سریال کوتاه عین فرند یا هر سریال دیگه که بخشای کوتاه داره رو به زبان انگلیسی نگاه کنی و یه چیزی باشه که واسهت فان باشه. حتی اگر خیلی متوجه نمیشی، تصویرش و اتفاقاتی که میفته شاید تا یه حدی واسهت فان و جالب باشه. پس سعی کن حتما لیسنینگت رو با این روش ها تقویت کنی. حالا چه منابعی رو استفاده کنیم واسه بهتر شدن لیسنینگمون؟ یکی از منابع خیلی خوب Basic Tactics for Listening. اینو میتونی استفاده کنی، خیلی تاثیر داره تو لیسنینگت. جدا از اون میتونی کلی پادکست های خوب پیدا کنی. من الان روی این تصویر چند تا پادکست خوبو بهت نشون میدم. هر کدوم از این پادکست‌ها رو که استفاده کنی واسهت خوبه و بعضی از این پادکست‌ها حتی متنش رو هم داره، یعنی شما میتونی گوش بدی و بعدش این متنش رو دانلود کنی ببینی چقدر از اون متن رو درست متوجه شدی. خب بریم سراغ بخش چهارم و اون هم بخش خوندن، ریدینگ. چطوری میتونیم خوندنمون رو بهتر کنیم؟ چطوری میتونیم از طریق خوندن زبانمون رو بهتر کنیم؟ ببین من گفتم که اون 1000 تا لغت رو حتما یاد بگیر و وقتی اون 1000 تا لغت رو بلد شدی، حالا میتونی متن رو بخونی و مطمئن باش بخش زیادی از اون متن رو متوجه میشی. ولی 100% خیلی از لغات هست که همچنان نمیدونی و باید این لغات رو یاد بگیری. حالا چطوری؟ ببین شما وقتی متنی رو داری میخونی، سعی کن لغتایی که واسط غریبه است، واسط آشنا نیست رو حتما چک کنی با دیکشنری. حالا میخوای معنی اون لغت رو به صورت فارسی بنویس، میخوای به صورت انگلیسی بنویس. حالا این نکته ای هم این وسط بگم، ببین اون زمان که من میخواستم زبان انگلیسی یاد بگیرم، همیشه استادا میگفتن حتما معنی اون لغت رو به صورت انگلیسی واسه خودت توضیح بده. و اون موقع من زبانم در حدی نبود که بتونم مثلا اون لغت رو به انگلیسی توضیح بدم. پس اگر شما هم سطح زبانتون در سطح خیلی مبتدی و مقدماتیه و دایره لغاتتون کمه و حتی گرامرها رو هنوز خیلی خوب نمیدونین، شاید واسهتون سخت باشه بخواین اون لغت رو به انگلیسی توضیح بدین تا معنیش رو متوجه بشین. اینجور مواقع میتونین معنی اون لغت رو به زبون خودتون، حالا فارسی، ترکی، هرچی هست، کنار اون لغت بنویسین. اما حتما تلفظ انگلیسی اون لغت رو هم کنارش بنویسین تا وقتی بعداً میخواین این لغت رو بشنوین اشتباه متوجه نشین. پس حتماً اون لغت رو، تلفظش رو هم بنویسین به انگلیسی، معنیش رو هم. اگر زبان انگلیسیتون در سطح خوبیه، در سطح ادوانس، اینترمدییت، اینها هستش، میتونین به صورت انگلیسی معنیشو بنویسین. اگر سطح زبانتون پایینه، میتونین به زبان فارسی بغلش معنیشو بنویسین و حتی تو دیکشنری چک کنین که این لغت چطوری تو جملات مختلف استفاده میشه. حرف اضافه‌اش چیه، فعلش چیه، اسمش چیه، صفتش چیه و چطوری میتونین این لغت رو تو جملات مختلف استفاده کنین. یه نکته دیگه این که حالا شما این متنی رو میخونی، سعی کن حتما گرامرش رو هم چک کنی، یعنی به گرامرش توجه کنی. و اگر اون گرامر واسط ناآشناست، یعنی لغت رو میدونی، یعنی لغت رو میدونی اما گرامر اون جمله رو متوجه نمیشی، میگین فاعلش کو، فعلش کو، این چرا اینطوریه، اینو میتونی بری از یه نفر که زبانش بهتره بپرسی و مطمئن باش آدمایی هستن دور و برت، حالا تو دانشگاه، تو مدرسه، تو فامیل، یه نفر هست که سطح زبانش از شما بهتر باشه. میتونی ازش بپرسین و اون راهنماییتون کنه و بعد شما خودتون میتونید دوباره برین تحقیق کنین تو یوتیوب یا تو اون کتاب Essential Grammar in Use و ببینین اون ساختار چیه و ازش استفاده کنین. حالا چه منبعی رو استفاده کنیم واسه ریدینگ؟ کتاب Active Skills for Reading کتاب خیلی خوبیه واسه خوندن. متنای مختلفی داره، شما میتونین کتاب بخونین، نوت برداری کنین، معنی لغتاشو بنویسی
و سطح زبانتو بهتر کنی. اما خودتو محدود به کتاب نکن. تو میتونی حتی تو سایت دانشگاه ها بری. فرض کن میخوای یه دانشگاه اپلای کنی. برو تو سایت دانشگاه ببین تو متنش چی نوشته. برو تو دپارتمان های مختلف ببین در مورد اون دانشگاه، در مورد اون کورس، در مورد اون پروگرام چی نوشته و هر لغتی رو نمیدونی برو معنیشو پیدا کن. یا مثلا تو اینستاگرام اگر میخوای دو تا پیجو فالو کنی، برو دو تا پیج انگلیسی رو فالو کن. ببین اینا مثلا تو اون قسمت کپشنشون چی مینویسن، یا مثلا یه پستی رو میذارن چی نوشتن، و سعی کن اینطوری مهارت ریدینگت رو هم تقویت کنی. اون لغتایی رو که بلدی تو جملات ببینی و حتی لغتای جدید رو هم از این متن‌ها یاد بگیری. خب بریم سراغ بخش پنجم و اون هم صحبت کردن اسپیکینگ که شاید سخت‌ترین بخش باشه. ببین من قبلا هم تو ویدیوها گفتم من سطح زبانم اون اوایل خیلی خوب نبود و وقتی اومدم اینجا زبانم بهتر شد. برای اینکه اسپیکینگتون خوب بشه تا میتونی با خودت صحبت کن. میدونم ممکنه که عجیب غریب به نظر برسه ولی تا جایی که میتونی واسه خودت حرف بزن. شده برو جلو آینه واسا، از کارهای روزمره‌ت بگو. بگو از صبح تا الان چی کار کردی، یا میخوای امروز چه کارهایی انجام بدی، یا فرض کن یه اتفاقی واسهت افتاده میخوای اونو تعریف کنی، یا یه فیلمی دیدی، سریالی دیدی میخوای اون رو تعریف کنی، و اینطوری واسه خودت موضوع پیدا کن. کار دیگه که واسه اسپیکینگ میتونی بکنی اینه که وقتی داری یه متنی رو میخونی، حالا مجله، سایت، هر چیزی، سعی کن با صدای بلند بخونی و واسه خودت اون لغت‌ها رو به صورت رسا تلفظ کنی. چرا؟ چون اولا باعث میشه که ماهیچه‌ی صورتت عادت کنه به تلفظ کردن اون لغت‌ها، به انگلیسی صحبت کردن. دو، گوشت آشنا میشه که این لغتایی که داری تلفظ میکنی رو بشنوه، و پس فردا اگر توی متنی به صورت لیسنینگ، حالا رادیو، پادکست، هر چیزی شنیدی، اون لغت رو تشخیص بدی و خیلی کارتو راحت میکنه واسه گوش دادن. و از همه مهمتر، خیلی وقتا متوجه میشی که آقا من تلفظ این لغت رو بلد نیستم. میتونی بری تو دیکشنری تلفظ این لغت رو دوباره چک کنی و مطمئن بشی که داری درست تلفظ میکنی. حالا چه منبعی استفاده کنیم واسه اسپیکینگ؟ ببین واسه اسپیکینگ خیلی منبع خاصی وجود نداره. چرا؟ یه سری کتابا هستن ولی اون کتابا هم بیشتر حالا یا اومدن رو تلفظتون، یا اینکه شما رو کجاها استرس بذاری، یعنی بیشتر همون مسائلی که تو دیکشنری هست و انگار تکرار کردن و در نهایت ممکنه مثلا چند تا موضوع بهت دادن گفتن در مورد اینا صحبت کن. خب اینم خیلی کار سختی نیست. تو میتونی خیلی راحت بری در مورد اتفاقاتی که در طول روز واسط افتاده صحبت کنی، یا فیلم یا سریالی که دیدی، یا هر چیزی که به ذهنت میرسه میتونی در موردش صحبت کنی. اصلا مهم نیست که یه تاپیک خیلی خیلی خاص باشه. خب واسه اینکه حالا شما بتونید سطح زبانت رو از یه سطح مقدماتی به سطح خوب برسونین، باید این 5 تا بخش رو بهش توجه کنین، یعنی بخش لغت‌ها، بخش گرامر، بخش گوش دادن، صحبت کردن و خوندن. این 5 تا بخش رو اگه شما روش وقت بذاری، تلاش کنی، مطمئن باش سطح زبانت خیلی سریع پیشرفت میکنه. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. اگر دوست داشتین خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین، و اگر تا الان عضو این کانال نشدین میتونین اون دکمه قرمزه که نوشته سابسکرایب کلیک کنین و عضو این کانال بشین. دمتون گرم، ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین، لایک کردین، و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.